میخوام ببینم اونا فامیلاشون رو میکنن یا نه. ببین ما فامیلاشون رو میکنیم. گریم گره وقتی میبینه. گریم گره بابا. های گایز، خوش اومدی به ویدیو جدید از کانال ایش باباج. خب بچه ها امروز اومدیم، شروع باید همیشه سوبر باشه، شروع باید قوی باشه. چرا سوبر باشه؟ صحبت هم میکنه سرکو توی صحبت کنی که قشنگ کیفیت صدا به گوش شنوندگان عزیز برسه، انگولکش نکنی. اوکی، من با اینا بوق نزدم، بخوام بوق بزنم. خب بچه ها ویدیو امروز قرار شروع کامنت های قشنگ رو با عشق و کس و شعر که واسه ما میذارید زیر پست ها ریاکشن بریم با مسی، رفیق شفیق، رفیق سختی ها. فقط قراره مسخره بازی، ببینیم چی کار میتونیم بکنیم. دوربین اونه. او یه دقیقه داشتم اینو نگاه میکردم ببینم کامنت ها که قراره بخونیم چیه. بعد خب فرست تایم هم هست دیگه، تا حالا کامرا ندیدم، من اولین بارم هم کامرا دیدم. می خود خری. قبل اینکه کامنت ها رو بخوایم شروع کنیم بخوندن، یادتون نره لایک کنین، سابسکرایب کنین، فراموش نشه. اگه دوست داشتین زنگوله مسی هم بزنید، زنگولهشو پایینه. الان این زنگوله هنوز هست، فکر کنم یوتیوب عوض شده زنگوله نداشته باشه. حالا شما زنگوله رو بزنید. بزنید. به نیت و زنگوله یه چی بزن. خلاصه بریم ویدیو رو ببینیم، به نظرم ویدیو باحال بود. I ain't playing got a weird mind. If you work 8 hours I'ma work 9. If the shit tastes sour you should taste mine. خب بچه ها بریم سراغ کامنت ها بدون سانسور، همه رو خب شروع میکنیم با هم خوندن. بریم هستی یک بریم بخونیم اونایی که ببینیم دیگه، اونایی که جواب داره جواب میدیم، اونایی که فوش میدیم فوشو اصلا ببین جواب باید بدیم، فوشو باید بدیم. چون من به کسی فوش نمیدم، من دارم ویدیو میسه برای چی به من فوش میدی بابا؟ این معمه ها رو داره نشون میده خداییش، من یه ست رفتم باش فیلم برداری لذت بردم، معمه ها رو میدیدی. من این کار رو آخر میکنم. چیه اسمش؟ برو هانیه رو ببینم، هانیه کیه؟ نه آتفه بود، این دوری میکرد آتفه. چیکار کردم؟ آتفه آدرس آداش این دام داداش آلاش که منظور نبوده، داداش آلاش معنی خاصی میده، تو شیراز معنی خاصی میده. من نمیدونم تهرانی آلاش نداره. جدی نمیدونستی؟ نداری شما آلاش؟ میگم آلاش آشولاش داریم ولی آلاش نداریم. یه مخفف خیلی خوبی، همون لاشی خودمونه. نه مخفف هم آشولاشه ولی خب یعنی کریتیکال تره، یعنی میزنه تو مغز. خیلی دیگه سگیه این هم هست. اوکی نمیشه داداش، من اگه اونجا باشم با خواهش و التماس به هر نوع ممکن روی یکی رو باید روزی یکی رو باید روری نوشه ولی خب فارسی ضعیف بوده، این فکر کنم نیاز جنسی شدید داشته. خب ویدیو بعدی نوشته چی؟ کامنت داره چه خدا رو شکر که نعمت اسلامو داریم، فقط میتونیم با ازدواج این کارو بکنیم و الا با بوی فر بویفرند بابا بویفرند این با بوی فر. خب ببینیم دوست پسر وقتی فارسی تایپ میکنی دیگه هرزگیشون رو نشون میدن. صد رحمت به نعمت مسلمان بودن. از تو میپرسم آیا خواهرت دوست داری به جز با ازدواج با بوی فرند اوپن بشه یا مامانت به این بد؟ تموم شد. خیلی تاثیرگذار بود. هرون زاره بیا ببین اینه فاجش نباید بدیم دیگه، مامانش حتما همینطوری شده دیگه. اسم مامانت هانیه نیست؟ چی بود؟ عاطفه. باید بریم مترو حتما یه عاطفه بگیریم. دمت گرم، خوبه، دمت خودت گرم. بالاخره یه کار جذاب شد تو یوتیوب دیدیم، دمت گرم، چکریم. لاکچری. اینا چقدر؟ بابا نیستن خیلی اوپن ماین هم. چسب زخم چرا؟ سیگر چسب زخم چرا زدی اینجا؟ زخم شده دیگه، زیاد زده با چیزه این نوار بداشی که نیت خدایی نکره. نوشه دمت گرمش خیلی باحال، به نظر من یه شرطی بود دو نفر آخره که این نه خب نه ترتیبشونو دادی یا نه؟ اوه کردی سری داری میری بالا صداشو در رو میاری، ترتیب دادی یا ندادی؟ یوار چیه؟ ببین خانم بچه ها این یه ریمیکس دنیا مثل شو ندیده
You are the best. شما جواب آقا بستو چیه؟ شما جواب این تو نفر آخری رو بده. من اون ویدیو رو پلنگ ولمو که تو ولمو نمیکنی. جناب سرام ول کنی بگامون میدی یا نه؟ You are the best. تشکر. عالی بود کوکا ادامه بده. تشکر. کوکا آبادانیه. یه ذره پایین‌تر شهر شما. کاکویی. آها شما کاکویی. اون دختری که شلوار پلنگی پوشیده بود ایرانیه به نظر من. اوکی نمیدونم. خودتون حدس بزنین. منم نفهمیدم هنوز کدومشون ایرانیه. گفت تو ویدیو بعدیش گفتم کدوم. ما که ویدیو بعدی رو دیدم فهمیدن کدومش بوده. باشه. از زنای خوشگل اولا. انگلیس بپرس آیا با مرد دیگه سکس کنن شوهرشون به سر برسه آیا مشکلی پیش میاد؟ یعنی شوهرشون ناراحت میشه، دعوا را میندازه، طلاق یا یه چیز عادی و مشکلی؟ خیلی اوضاع خیته. قربونت برم، هر کی خیانت کنه دعوا میشه، ناراحت میشه. اونجا اینجا نداره، جفتش یکیه. آدم آدمه دیگه، هر کی خیانت بکنه. آره کامیان کامران این کسی باز دوباره نوشته بپرس اگه زدن پرده بکارتشون چقدر درد داشته؟ چقدر درد داشته؟ اندازه این آیا کوش داماش برای اینکه حامله نشن تا وقت ازدواج یعنی مرتب قرص میخورن یا با کاندوم بردشون نه توی مورد قرص نمیخورن، قرص میخورن معمولا خیلی هاشون حامله میشن سه قرص راحت میفروشن اینجا. باید بری پیش داروخونه بهت میدن. ولی باید حتما دختر بره پیش دکتر داروخونه، دکتر داروخونه باش صحبت میکنه اگه میگه آلرژی نداری فلان نداری چه حس حاله چطوری. آها یعنی اینطوری نیست که پسر بره بگیره بکنه دو باید حتما خود دختر بره با دکتر داروخونه صحبت. دوباره آقای کامران نوشه بپرس از دختره خوشگل جگر خوشندام اینگی آقا ببین زده بوده بالا اینجا کامران اینجا هست زده دختره خوشگل بعد زدی بالا کامران خوشگل جگر خوشندام انگلیس این کامنتی خوندم خودم دلم خواست بریم میرون ببینیم چه شکلی هن اینا. آیا دوست پسرشون رو میبرن خونه خودشون و جلو چشم پدر رو با جلوی چشم پدر و برادراشون باهاش میرن تو اتاق و باهاش سکس دارن برادراشون چیز نمیگه و برادراشون با چوب میکنه چوب نمیتره با چوب نمیتوخه دنبالش. او من فکر کنم اینا هم سکس مکس اینا میکنن بالاخره یه حریم شخصی رو دارن یه یواشکی ببرن تو اتاق آره، فلان کنن و اینا خیلی هم علنی نیست. ببین دیگه اون دوست پسر دختری که چند سال با همن دیگه خودشون خونه دارن دیگه نمیره خونه دیگه. آره. بابای دختر یواشکی بره تو اتاق پسر آقا من بچه کرمانشاهم دمت کرمانشاه درست آره آقا من بچه کرمانشاهم دمت گرم خیلی به حالت حال کردم دمت خیلی باحال حال کردم خیلی باحال کردم واقعا دختر سالم تو اروپا پیدا میشه دختر اکثرا ناقصن زنهای ما گوهرت جواهرت دایمندن. بابا چرا خدایش پیدا شد همون بود که گفته بود نه من سکس داشتم فلان با ما آخه بستگی داره سالم چی بخوای بگیری خب اینا همه سالم هم. به خدا ما سوال سالم میکنیم همینه دیگه منظورش پولون باشه دیگه منظورت دوست دارم عاطفه رو نمیتونم بالا عاطفه نیست همه دوست دارن در نوشابه خودشون باز کنن. اوکی اینجا محمد رضا آزادی اگه امکانش از دخترها بپرسین که بهشون تجاوز بشه چه حسی دارن لذت میبرن یا تو همچون موقع نمیتونن لذت ببرن با اینکه امکان داره دوست داشته باشن که بهشون امکان داره دوست داشته باشن بهشون تجاوز بشه اگه سوال بپرسید سوالو بپرسید لطفا بپرسید. محمد قبلش برو روانپزشک اول برو روانپزشک بعد که رفتی اونجا از خود اینو بپرس که اگه یکی به خودت تجاوز بکنه حس خوبی داری یا نه فرقی نداره کجا باشی کلا تجاوز بده نمیدونم با کلمه تجاوز کلمه بدیه بعدم تو باید سندروم استوکهلم داشته باشی که یکی به تجاوز کنه بعد دوست داشته باشی طرف کوکو دقیقاً دمت گرم دمت گرم ریدم دهن بابا ریدم دهنت بابا با اون فیلمای کوشر چاکر چرا چای بابا نمیدونم والا اینا رو دیگه هم زحمت کشید دهنمون رید خودت تو کیر کردی اساسی شما رو هم کیر کردید نگران نباشید ما شما رو هم کیر میکنیم دوباره این دوستمون روش خودت کیر کردی از راستی هر روز میبریم من روش خودت کیر کردی زیر دو تا نگاه کن آها زیر دو تا ویدیو مختلفه آها ویدیو ها اینا مختلفه زیر هر ویدیو میاد همیشه به ما لطف داشتی تو کاغذ دمت گرم پیگیری تو میکنه صد
هی میگه خودتو گیر کردی، میام میزنه بعد میگه خودتو گیر کردی از اساسی. دیدید پسر رو بعد از سکس میگم برو ولم کن خسته شدی، اینم همونه، میاد جگر رو میزنه و بعدش هم میگه اساسی آخرش خیلی خوبه. واخ 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 تمام جنده هستن اینا، ازدواج هم میکنن. آره قربون میزنم. ازشون بپرس نزدیکترین فامیلی که بهشون دادی چه نسبتی داشته، ما میخوام ببینم اونا فامیلی هاشون رو میکنن یا نه. ما فامیلی هاشون رو میکنیم. چرا بابا، ازدواج فامیلی دیگه، این همه ازدواج فامیلی میکنن. بابا نمیشه نزدیکترین فامیلی که بهش دادی. آها خب اونم میشه دیگه، ازدواج میکنی نمیدن که. مگه چی که مردم فامیلیشون رو میکنن که اینا هم میکنن. اما خیلی بده، ایناست که بده، ایناست که بده. باحال بود کلی حال. من فکر میکنم چون حامد بهداد کلی حال داد. عالیه قربونت. چقدر شرم‌آوره یکی ازدواج کنه و ندانه همسرش قبلا با ده ها نفر سکس میکرده. چگونه این زن میتونه کودک سالم جامعه بهروز مادر خراب کودکی سالم تحویل جامعه بده. خب البته بگو چگونه میتونه. یعنی اون مردی که قبلش هم سکس میکنه اونم نمیتونه کودک سالمی بده بیرون دیگه. فقط پلنمون اینه که دختره سکس میکنه، آره چجوری میتونید تحویل جامعه بدید و اینا دیگه. ببین اگه بد بود قطعا کشور اینا الان کشورها یک دنیا نبود، ما کشور ما ان دنیا هم نبود. پس تحقیق رو هم میشه اصلا مهم نیست بشه. این طرز فکر اشتباه به نظرم. قسمت هایی که با خودت کاردارانو سانسور میکنم مشخصه دیگه، شرف خودم. من خانم بچه ها نگران میشن. ببین اینا میرن، اینا که دو ویدیو میرن، من میمونم. این فرهنگ بالای اروپا ایران 100 سال قبل. دقیقا جواب و کامنت قبلی بود. نمیتونید اینو بس کنی به کامنت بالایی بگو داده جواب تو دار. خاک بر سر بخون. خاک بر سر غرب غرب گداها. نه غرب گراها بوده، اسکو گراها بوده، گدا نیستن. خب باشه که برای این زندگی خوکی له له میزنم. آی همین چرخو بگونم. خاک بر سر خودت اول، بعدم بعد آزادی داشته باشیم، بعد هر چی دلمون بخواد به دست بیاریم، بعد همه چی داریم. این یعنی زندگی راحت داشتن، له له زدنه. من ازدی شدم نمیخواستم جواب غرب گرا و زندگی خوکی زندگی. اوکی پس زندگی سگی تو ایران خوبه. تو خوبی والا. ها دوباره همونه زیر یه ویدیو دیگم. اصلا واژه شوهر برای نکبت ها این نکبت باشه خنداریه برای نکبت ها تعریف نشده. مثل حیوان یکی اومده یه مدت به عنوان دوست ترتیبشون رو داده و رفته. خاک بر سر غربگداها که برای چنین زندگی خوکی لهلم آن کلا این دیگه کلامشه کلا این ساینیشه رو زیر ایمیلشه زیر تاکرتیم خلاصه دیگه نه ازی شدم اصلا معلوم نیست دختره یا پسر ولی برای تو شوهر تعریف شده. جهل نوین. بله جهل عتیق هم که او چیزه دیگه. آره این دادش دومیه فکر کنم آبش اومده. نه هستیه هستی خب بازم آبش اومده دیگه. هستیه رضا زادگان. رضا زادگان اومده دیگه. زنده خونه هست، با حیوان هیچ فرقی ندارن، سوارکاری میکنن. ببین سه تا پانچلاین زده تو یه خط. دقیقا جنده خونه است، با حیوان فرق ندارن، سوارکاری میکنن. این سوارکاری منظورش از سواریه. اون آخریه رو میخواسته یه کاری کنه، قبلیه رو بشوره ببره شه. امیدوارم همینطور باشه. تا سوارکاری خوبه. تاها آرمین. تاها آرمین. اینا تو بخون میشینش. طولانیه رو میدی من بخونم. توفم خوش. میدونی خیلی برام درناک میدونی خیلی برام درناک، حتی در حدی که این در حدی که چه باحال گیریم گره. بابا بخون اینا چجوری آخه می نویسن گیریم گره وقتی می بینه گریم گره بابا. جدی من از اون دسته آدم هم که فینگلیش تایپ می کنم، بعد فارسی کلی کلی ضعیف، هم املا ضعیف، همه چی ضعیف. گریم گره وقتی می بینم جوونه اونجا اینقدر شادن و راحتن و بخوان هر جور بخوان زندگی میکنن، ولی ما جوانا تو ایران به خاطر صد لاشخوراتی زدن اعدام میشیم. هر روز بدتر از دیروز، همه افسردگی داریم، خیلی هم معتادن، خیلی
دوست داشتم مملکت خودمون اینجوری بود. امید روز با امید اون روز خدایش با اینکه ندونستم کامنتشو بخونم ولی کامنت خوبی گذاشته بود. لایکت کنیم کاکا. اینکه فرق فرهنگ ایرانی با خارجی حالا اروپایی و اینکه فرق دختر خارجی با دختر ایرانی، دختر ایرانی همچین خودشونو میگیرن انگار که از دماغ فیل افتادن. یکم یاد بگیرید از اینا. سر همون فرهنگ سازی بعد دیگه یه ذره هی دور کردن این ارتباط دختر پسری، حالا چه تو دبیرستان تو مدرسه فلان سر هم میگیرن دیگه. اینه بعد مثلا یه وقتا میبینی رفتار بد پسران باعث این موضوع میشه، مثلا پسرا با دختر بد رفتار میکنه، دختره مثلا عصب، یعنی آقا یه دختر شخصش تاثیر میذاره، مثلا باعث میشه که با همه پسرا اونجوری رفتار، یعنی همینو تاثیر داره دیگه. میبینی مقصر اصلی جامعه از هر سو به صورت کلی. اینو بخون این ه نه ه از خنده زیاد عرق شرم میگیرم. اینا رو میتونم من بخونم. حامد گرشاس پیشه که حامد اینجا کامنت گذاشته، اینجا خندید زیر دوتا پست داداش کامنت گذاشته برای تو. حامد خیلی تو رو نوشتی ولی خب حس میکنم با ما هم نظری. دمت گرم، لایکت کنم. من کامنت ها رو خودم میخونم ولی الواسه ویدیو کمشه خیلی ریلکسن. تاقیه ریلکس نفشید بابا. آها این ویدیو همون بود که تولدش بود، دختر خیلی خوشحال بود، تولد بیبه بودم نبود، این همون بود دیگه. آره آره آره. که اینطوری آره آره. دارگویم نشون. سر همون ویدیو سر همون ویدیو دیمانیتایز شد. سلام هاجون، دختر که داشت با کسی دیگه حرف میزد تو نخید بود راستی؟ راستی هیو آخر فی راستی هیو آخر فیلم یکی تو نخم بوده دیگه. الان دیگه دیره دیگه، ویدیو واسه پارسال بوده، الان تو نخ تو شورت تو آکی بر دیگه فایده نداره. تو هر چی باشه به درد نمیخوره. جدی به درد نمیخوره. آخه آفتابه رو اینه خوب تو خوب اومدم جلو. آخه آفتابه رو گذاشی کنار کله امیر تطلو مرمومی. اینا چیه؟ جدی این بود؟ من این ویدیو تو ندیده بودم. آفتابه رو گذاشتی کنار کله؟ نه. تلی میدی از خارجا میبرد و تم مثلا اینا چیه به نظر اصلا یه آفتابه بود یه زودپس قدیمی بود مثلا حس میدونی بعد پیشونی داده گفتم به نظر این تابلو نقاشی هست پیکاسو دیوار نویسی آدمه هیچ کس نزدی آدمه بنا پیشونیش عکس یه غروب آفتابیه. آره دیدم اونو. بخون مشی لاغر. اونایی که زینمز فارسی نداره خودت ترجمه کن یا به صورت خلاصه بگو جریان چیه. فقط خودت بخندی ما به تو بخندیم. خیلی دلم خواست بدونم اون بچه دو قلوها چی میگن. کاش میگفتی. این جز اولین ویدیو هم بود که تو تیک تاک درست کردم، مثلا ویدیو دوم سوم بود. بعد رو چند تا ویدیو میگم تو تیک تاک تو یوتیوب درست کردم، بعد چند تا ویدیو تیک تاک من ریاکشن رفتم، مثلا اونا هر از گاهیش هم میترجمه میکرم، یعنی با زبونه هم بودم کامل ترجمه نکردی. نشید فقط تو بخندی ما به تو بخندی میگفتی میخندیدی خودت عشق میکردی. ها خیلی خوب بودم. سلام جیگر، امشب کانال دیدم ویدیوهات حرف ندارندم. این همونه راست. آره دیگه داره یکه بابا دمت گرم. راستی گفتی باید گفتی بگی چه ساله بپرسن دخترها. ای ولی این سال خیلی وقت توی ذهنم، خوشحالم که مطمئنم اونا راستشو میگن. داداش بپرس اگه داخل شلوغی مثل مترو اتوبوس و کنسرت متوجه بشن یه جنس مخالف به چسبیده داره باهات حال میکنه چه واکنش نشون میدی؟ ممنون منتظرم. اینم داداش من همون روانشناس رو دوباره معرفی میکنم. یزید اصلا سمت غریبه نباید بری بچسبی. سر همینه ما از ایران پاشد اومدیم اینجا چون اشتباهی به یکی میچسبی. در تنبارش کنی مترو چه حسی داری؟ بیبی من خیلی خوش آمدی یکم بیشتر بچسبو آجی. یعنی واقعا اگر مغزتو باز کردن یه توپالی ریدن تو مغز درش بستن. نکنید این کارون جدی نکنید. بعدم نیستم ویدیو جدیدتان کی آپلود میشه و فیلم های مثبت 18 بسازید. دادش اونو میری اون بالا دیگه تو یوتیوب که اومدی دیگه همون بالا به جای یوتیوب بریم اوکی میشه. میگم مایل از سب کن ویدیو جدیدتان کی آپلود میشه. کان کش بگری من بریزر هم من چیه هم
فیلم مثبت ایجاد، من دارم خیر سر کار فرهنگی میکنم بی وجدان. فرهنگی اینا آره دارم ببین دارم دارم آگاه میکنم داریم ممه رواج میدی بیام رفیق ما اینجا هم هستن آدم ها که بخاطر پول کارهایی بکنن. رفیق ثابت ترین عضو چنل من این دختره، اسمش سمیه، اصلا یعنی عشقه. روز اول این... برای همه ویدیوام هم 10 تا کامنت میذاره، همیشه نبودم میواد پیام میذاره کجای سری لایکش بکن بفهمه عشقش. بنوشه ها این ریپلای کرد کامنت سمیه نشه، فکر میکردم فقط بچه‌ها میبینن ولی میبینم که دخترها هم هستن. این افغانیه، این لهجه افغانی هستن افغانی. بنوشه این فیلم مناسب بچه‌ها نیست. سمیه جوابش نشه نیست، توصیه نمیکنم. نوشته در طور نخواهد 23 باشی. بعد من واسه اش سومایی نوشتم این بچه منظورش پسر رو دیدی افغانی به پسر میگن بچه. جدی؟ آره افغانیت هم خوبه من مسلط هم. اینو باید زیر نویس حتما بکنی، داداشم بالا ناراحت میشه. خودت میخندی. Unfortunately most of them not telling true because of the law. نوشته متاسفانه خیلی هاشون راستشو نمیگه به خاطر قانون. کدوم قانون من؟ FBI هم NBA هم نه آخه همشون دارم میگن دادم فلان بهمون نه مشکل. فقط فکر کنم اون که میگه چون دادم دردم نگرفته مشکل نشته باشه. داداش کچل هم میپرسید نوشه موسی های موبلا میگه کچل هم آخ ما ایرانی ایران هایی که حسرت این زندگی خوکی رو میخواد. این همون روز داده این هنوز زندگی خوک. تو به هر روز میبری مامویس خوک به مامویس خوک میری. نمیدونم زندگی خوکی آقا چیه. آقا ما خوک برو برو دوباره زندگی برو وای خدا دوباره همون سم اصلا ولش کن ایگنورش کن بره نخون. من بچه ها اینجا خجالتش دارم بعد اینجا حسابی جوابش بچه ها اینا دیگه چیز میدیدم خوش خارمادر دارم بشیدن جدی پوشش دارم میدن دوباره همون. خدا شکرت بودین این افسال این کلیپ ها چقدر به علت نجس و حرام بودن شراب آگاه تر میشه، چون این جماعت بدبخت به طور مستقیم یا غیر مستقیم تبلیغ تنتاک بود. از وقتی کفشه تنتاک میپوشم دیگه سردرد نمیگیرم. ایوه یه هم سرجان رفیق هم شد چه آتیش به پا بشه تو کامنت تا دقیقا سرجان داشت. من با تو خیلی حال میکنم چیکار کنم بیام بیام میایی بیام بیام میایی داشت این فکر کنم از تو خوشش اومده. بیا من نشونم با تو خیلی حال میکنم بیام بیام میای بیا تو خوشش اومده امید بیا بیا داشت بیا قدم از بچهش این آقا قرار بود کسی که پشتونن رو پشتشون بدی برو بالا نه بالای اینی این بهار روشن داداش نه اینا پشتن این داره به دال میده انگار. آقا این کامنتی بالا این شیطان داره کم کم زشتی و قبح فعل حرام را در جامعه انتشار میده. من نمیدونم چرا خدا بیکاره. شیطان منه داری میگی؟ من شیطانم؟ اعوذ بالله من شیطان رجیم. حاجی بعضی ها یه جوری این چی میگن؟ تابو اسلام رفته تو جلد و پوستشون. اصلا بابا چی داری میگی تو رو خدا؟ من دارم زشت با رواج میدم کتابی ها جدی کتابی یه فوش خوب الان میبینی از اوناست که دوست داری فوشش بدی. دادش جون خودتو پاره کردی ها. چه آیا خوشت اومد یا نه؟ او ای واسه من کلا کامنت نمیشه بخونش من خود درد میگیرم فشار میاد یوتیوبر ایرانی. خب هروم زاده تو مرا فوش میدی کنکش آمون بریم گم شید. سلام اونی که گفت نه آگه بلش کردی خیلی مجری برنامه. سلام مجری برنامه. سلام خودت چی تابلو از پشت دادی مجری برنامه منه داری؟ داریم یا این پایین هی دارن راجب خودت میپرسن ها. اونقدر حال دادی وسط پای اونقدر حال دادی پای وسط هم به درد اومد اخ سیخ سیخ شده تو خیابونای لندن. این معلوم نیست پسره دختره شیطانه میگه شکار چه کنم پلیس بیفت دنبال حشری برای جامعه خطر داره. اینو باید ببندنش به درخ که اتفاق باید نیفته. خیلی بیشرفی تام خیلی باشرفی. I ain't playing got a weird mind. If you work 8 hours I'ma work 9. If the shit tastes sour you should taste mine. تو دمتون گرم خیلی خندید. نظر تو خوب بود. آره کامنت واسه من کلا موجب خنده شد. فوش بدی من میخندم. یعنی اصلا دیدین که دقیقاً الان من نیم ساعت از وضعیت من که کامنت ها رو دارم میخونم. من بیشتر تو هرس خوردم برای کامنت ها تا تو
کلا فان دیگه. اون طرف من فوشنش اون از اومده، یعنی دستش نمیرسه، دستش کوتاه، گیرش نمیاد، فوش میده، حس میکنه من فوش قلیه، قلی غربی خوکی، غربی خوک زده، غرب گدای خوک له له، غرب گدای خوک له له. آیشه دمتون گرم، لایک و سابسکرایب فراموش نشه، مراقبت کنی، دوستتون داریم، تا ویدیو بعد. ویدیو بعدی حتما میریم تو شهر، حتما مسی بریم ویدیو خوب بگیریم، دنبال عاطفه میخوایم بگردیم. دمتون گرم، تا ویدیو بعدی، دوستتون دارم.